با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. الو، سلام آقای دکتر، خوب هستید؟ سلام، بفرمایید. وقت شما بخیر، خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. منم همینطور. آقای دکتر، من میشه حالا یه شرحالی از خودم بگم یا نمیدونم؟ نه، شما شرحال خودتون رو بفرمایید. بله آقای دکتر، من 36 سالم هست، مجرد هستم، کارشناس ارشد یکی از رشته‌های پیراپزشکی هستم و شاغلم. فرزند آخر خانوادمون هستم، البته خانواده از یه خانواده پرجمعیت هستم که 5 تا خواهر، 4 خواهر و 2 برادر دارم و 5 خواهر و 2 برادر ناتنی هم دارم که اونا بزرگترم، من فرزند آخر هستم. و آقای دکتر، من در خانواده متولد شدم که 2 سالگی پدرمو از دست دادم و مادرم در واقع سرپرست ما بوده و به خاطر این مشکلاتی که با خانواده با خواهر برادرهای ناتنیم داشتیم، با مشکل مالی خوردیم و کودکی خیلی سختی داشتم، با مشکلات مالی خیلی زیادی مواجه بودیم. من نفهمیدم، نه مادر شما بعد از فوت پدر ازدواج کردن یا از قبل ایشون یه زن دیگه داشتن؟ من مادرم همسر سوم پدرم بودن. همسر اولشون مریض بودن، بعد همسر دومشون هنگام زایمان فوت کردن، مادر همسر سومشون بودن. یعنی مادر شما پاشتن رفتن زن یک کسی شدن که 7 تا بچه داشته؟ بله دیگه، متاسفانه 23 سالم با پدرم اختلاف سنی داشتم. مادرم معلومه، پس مادرم یه بار مادرم یه بار نامزد کرده بودن، مثل اینکه دیگه نامزدیشون به هم خورده. حالا پدر مادرشون خیلی مخالف بودن با این ازدواج، ولی متاسفانه خودشون با اصرارشون با پدرم ازدواج کردن. پدرم هم متاسفانه زیاد خب به فکر مادرم آینده ما نبودن. حالا خواهر برادرم همشون حالا موفق هستن نسبتا تو زندگیشون، ولی خب من با مادرم در حال حاضر زندگی میکنم، تقریبا 13 سال هست شاغل هستم دیگه. حالا به خاطر مشکلات مالی که خانوادم داشت، بیشتر حالا سرپرستی خانوادم اون از لحاظ مالی این چند سالم با من بوده. شما از کجا تلفن میکنید؟ من از ایران تماس میگیرم. اوکی، بسیار خوب. من در واقع حالا تا سن تقریبا 28 سالگی زیاد به فکر ازدواج نبودم، به خاطر اینکه همیشه احساس میکردم چون مادرم سفرسی ما رو بر عهده داشتن، بالاخره من وظیفه‌مه که این زحماتشون رو جبران بکنم. و به خاطر مشکلات مالی که خانوادم داشت، واقعا اصلا امکان به فکر ازدواج بودنم زیاد برام مهیا نبود. تا اینکه 28 سالگی من اصلا نصب کنید بذارید، آخه شما بچه آخرید، بقیه نمیستن خرج خودشون در بیارن، شما با خرج اونا رو در میارید. اونا ازدواج کردن، فقط من با مادرم زندگی میکنم. پس چرا میگید من باید به خاطر اونا ازدواج نمیکردم؟ شما چرا قرار خودتون آتیش بزنید؟ به خاطر مادرم. نه خیر، به خاطر مادرم. آخه یعنی چی؟ آه، من قرار خودم آتیش بزنم برای که یکی دیگه گرم بشه؟ خب دیگه حالا فکری بود که من داشتم دیگه. مادرم چون بدون من واقعا منبع مالی برای گذران زندگیشون نداشتن. خب هیچ احتیاج نبود که شما ازدواجشون میکردید، کمک مالی به مادرتون هم میکرد. بله دیگه، حالا نمیدونم، واقعا اصلا نمیدونم، حالا تمایل زیادی به ازدواج نداشتم، اصلا خواستگاری نمیذاشتم بیاد خونه. حالا به خاطر اینکه خیلی کمی، به خاطر شرایط شاید اقتصادیمون، چون وقتی مثلا تو دانشگاه منو میدیدن فکر کردن یه دختر مثلا از یه خانواده خیلی مرفه هستم، حالا یه فرزندم، دوست نداشتم بیان. مثلا شاید شرایط مالی مون خانواده اینطوری بود که اونایی که اختلاف طبقه مالی داشتن میدونستم اگه بیان شاید مثلا به مشکل بخورم، دوست ندارم اونجوری ازدواج کنم که یکی از بالا بهم نگاه کنه. ببینید عزیز، الان همین بحث صبر کنید، همین بحثی بود که با شنونده عزیز قبلی داشتیم. ما میام یه نمایش میدیم که نیستیم، بعد توش میمونیم، بعد باید خودمون رو از زندگی محروم کنیم. من نمایش نبودم، ولی خب معلوم بود قیافم که خوب بود، دختر حالا اصلا پسربازی هم نبودم، هیچ وقت هم دوست پسر اینا نداشتم دانشگاه، چون خیلی درس خون بودم، دانشگاه دولتی خوب درس خونم. اینا چه ارتباطی با ازدواج داره؟ ازدواج که امر مقدس. نه، منظورم اینه که اهل نمایش نبودم که بخوام خودم اون چیزی که نیستم نشون بدم. شما دقیقا دارید میگید، شما دارید میگید من عزیزم. نه آخه شما رو خط رادیو اینجا که من ولتون نمی کنم، شما حقتون این بوده که من با یه پسری آشنا شدم، من اینجوری میبینه، بعد میاد خانواده‌مو میبینه. خب اولا با پسر آشنا میشید، زندگیتون رو تعریف میکردید، اگر پسر فهم و شعور و درک و انسانیتی داشت که از این بابت شما رو کنار نمیذاشت. یا
شما بگید من از اون میترسیدم که بیاد ببینه چه خبر. خانواده شاید نمیدونم، چون تو شهری که من زندگی میکنم واقعا افراد هنوز اون نگاه طبقاتی به افراد رو دارن و احساس میکنم موقعیت مالی دختر شما خیلی که همچی مهم شما هم. که همچی رشته خونده بودی دست مادرم میگرفتی من توی شهر دیگه، حالا اونو که گذشته خب مادرم متاسفانه مقاومت کردم، من خیلی دوست داشتم برم شهر دیگه ولی مامانم متاسفانه اصلا همکاری نکردن با من. برای که مادر شما هیچ واقع بین و عاقل نبوده، رفته زنی یکی شده که 7 تا بچه داره، بعد خودش هم 6 تا 7 تا بچه دیگه آورده. از کدوم عقل و واقعیت و اینا شما حرف میزنید؟ یارو گوش به حرف مادر بدید و الگوی شما مادر باشه. ولی دیگه نتونستم مامانم رو تنها بذارم. کی گفت تنها بذارید؟ هیچ بحث تنهاییشون خودم برم شهر دیگه منظور تنها بمونن دیگه. آخه خب من خانواده سنتی هستم، برادرم هم شاید قبول نمی کردم من برم تنهای شهر دیگه زندگی بکنم. منم دارم دقیقا عرض میکنم که به خاطر اینکه یه دادم احمق ابله بیمار بدبخت بیکار را جما چه نظری دارم ما با زندگی خودمون آتیش بزنیم؟ بله من خودم اونجور فکر نمی کردم ولی خب که متاسفانه مشکلات رو دارم، هنوز اون حالت سنتی تو خانواده ما هست. حتی شاید یکی از علتهایی که نخواستم ازدواج کنم مادر من اصلا اعتقادی به این که دوره شناخت باشه ندارم، میگن نه نمیشه که با این حرف بزنی با اون حرف بزنی بعد بگی که نخوشم. ببخشید مادر شما آخه کدام عقل و فهم و مادر شما کدام عقل و فهم و شعور رو داره که برای یه کسی مثل شما تصمیم بگیره؟ چه اهمیت داره شون چه فکر بود؟ ناراحت شدم من باشو مخالفت میکردم خیلی ناراحت میشدم، من مجبور میشدم واقعا کیسامو بدون این که اصلا آشنا بشم باشون رد کنم. من اصلا تعجب میکنم مادر شما اگر یه کسی به غلط به اشتباه به حماقت ناراحت میشه ما باید مواظبش باشیم هر کی میخواد باشه. من رو خط رادیو هم عزیز دل من که نمیتونم پسر من برگرده بگه پدر من کردم ولی خب پس چرا دفاع میکنید؟ برای اینکه واخه جایی برای دفاع نداره. من دفاع نمیکنم، من قبول میکنم که مامانم یه دید خیلی بدی دارن و منم شاید خب بالاخره نباید این دیدو قبول کردم وقتی مخالف بودم، ولی خب دیگه کاری که شده دیگه. الان من وقتی که دوره ارشد میخوندم با یه آقای آشنا شدم که ایشون هم متخصص بودن ولی متأهل بودم، به من گفتن که من قصد جدایی از همسرم دارم و عاشق تو هم و فلان، با خانمم مشکل دارم. گفتم خب اگه مشکل جدا شید بعد دیگه با من صحبت کنید، من نمیتونم. تو محیط کاریمو یکی بودیم، حالا جایی که کشیک با این نیستدیم و اینا، بعد به تدریج من با این رابطه عاطفی برقرار کردم. بعد تقریبا 2 سال ایشون دیگه اصلا کلا ارتباطشون با من قطع کردن، نمیدونم من کنسر دارم یا همچین چیزایی که بالاخره کات شد رابطه من با ایشون. منم به ایشون همیشه فشار میآوردم که من نمیتونم، وقتی گفتی که مثلا جدا دارم میشم تو جدا نشدی، من نمیتونم اینجوری، از لحاظ اخلاقی اصلا این رابطه درست نیست. گفتم من عاشق تو هم و حتما درست میشه و به خاطر تو هم بچه داشتم. خلاصه دیگه این رابطه من با ایشون کات شد. من بعدش خیلی واقعا 1-2 سال واقعا افسرده شده بودم، خیلی ناراحت بودم به خاطر کاری که کرده بودم و میدونستم اشتباهه ولی احمقانه این رابطه رو ادامه داده بودم. شاید یکی از علتاش هم این بود که این فرد شاید منو قبول کنه با همین مثلا شرایط خانوادگی که داشتم. بعد دیگه الو من شما رو میشنوم، همینجوری مات و مبهوت موندم که این ببینید عزیز شما درباره یه سنتی حرف میزنید، یه مادری و برادری که حتی مانع ما، بعد یه دفعه میرید با مرد زندار دوست میشید و شلامت میشید. آقا تکلیف رو روشن، من که نمیتونم از یه طرف مقدس مقدس باشم از اون طرف همه چیز رو خراب کنم. آیا شما در سنت و فرهنگ و مذهب خیلی دروغ میگفتم به من؟ من چه میگم ایشون دروغ میگفت در مرحله طلاق هم بعدش من اصلا حرف شما حرف اولتون درسته، یه آدمی که ازدواج کرده شما نزدیکش نمیشید، هر وقت طلاق گرفت میرید. بله برای در مرحله طلاق ما نداریم، در مرحله داشتم ولی آقای دکتر ایشون خب خیلی اصرار کردم، منم حماقت کردم دیگه، اون دوره هم درسم میخوندم همزمان، بعد با هم یه جا کشیک وای میسادیم، حالا ایشون هی به من نزدیک می شدن هم از لحاظ کاری هم از لحاظ عاطفی، منم خیلی به خدا عذاب وجدان می کشیدم، ناراحت می شدم، گریه می کردم، گفتم نمیشه این حالا، من دارم احساس می کنم خب ما که داریم خیانت می کنیم، خیانت می گفت نه من اصلا هیچ رابطه با همسرم ندارم و فلان. دیگه آخر سرم که جدا نشدن، بعد من فهمیدم که این آقای دکتر روابط خیلی متعددی داشته و به همه چند تا دختر همین حرفا رو گفته باهاشون آشنا نمیدونم رابطه برقرار کرده،
بعد گفته که من باهاتون میخوام با همسرم جدا بشم، باهات ارتباط بگیرم. بعد تو شهر ما اومدن کار کردم متاسفانه با یه آی دکتر. بله من بعد دیگه رابطه با ایشون کات شد، محیط کاریمون یکی بود تقریبا، ایشون که برگشته بودن مجدد. بعد من دیدم که ایشون اصلا دروغگو هستن، روابط متعددی دارن. حالا تو محیط کاری که داشتیم من مشخص شد که ایشون با افراد دیگه هم وارد رابطه شده بودن. بعد من فهمیدم که دیگه واقعا دروغ گفته و منو به بازی گرفته بود. بعد دیگه یکی دو سال واقعا حال روحیم خیلی بد بود. از یه مشاور در واقع استفاده کردم، باهاشون مشاوره داشتم تا که خود خودم رو جمع کردم. دیگه وارد هیچ رابطه‌ای نشدم و هیچ خواستگاهی هم قبول نکردم، مثلا دیگه دوست نداشتم مثلا سمت هیچ مردی برم. چرا عزیز؟ چرا؟ نه نمیشه من میگی چرا؟ آخه یه آدمی تمام میگم خیلی احمقانه بهشون اعتماد کرده بودم. چرا؟ من اگر عزیز من مثلا نمیفهمم شما رو، من میگم واقعا این تحصیلات چی؟ من اگر اشتباه کردم، تصادف کردم، دیگه سوار ماشین نمیشم؟ من اگر یه روزی غذا درست کردم سوخت. واقعا مسئله از هم از لحاظ روحی و روانی که رابطه اشتباه رو وارد شدم و خب بلکه از اول من خودم هم از لحاظ اخلاقی میدونستم که درست نیست. خب خب خیلی برام بار روحی روانی داشت. هیچ بار روحی روانی نباید داشته باشه. اون روحی که نداریم ولی روانی نباید داشته باشه. شما رفتید سراغ یه مرد زندار به این بهانه که او داره زنش رو طلاق میده، با زنش رابطه نداره. از کی تا حالا تعریفی از نظر شرعی و از نظر قانونی هست که مردی که زن داره ای باشه زنش رابطه نداره یا میخواد طلاقش بده، پس مرد آزاد مجرد میتونه بره زن بگیره؟ آخه یعنی چی؟ بله من قبول دارم که اشتباه بود این رابطه. نه آخه میخوام بگم بازی چرا در میاری؟ یه اشتباه آشکاری بود. خب اشتباه کردید، علتش هست که اون اشتباه قبلی هم در ارتباط با مادر و بقیه خانواده کردید. همین وضع ادامه داره. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که یه واقعیتیه، یه مسئولیتیه و یه اخلاقیه. این میشه مثلث رحمت که واقعیت و مسئولیت و اخلاق، ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی. اگه توی این نباشیم میفتیم تو مثلث زحمت، استراب، افسردگی، خشم، استرس، وسواس، اونجا گیر میکنیم. بنابراین شما قرار یک کمک تو شدم دیگه. مثلا یه تقریبا یه 6 هفته قبل من با آقایی آشنا شدم به صورت آنلاین که ایشون هم قصد مهاجرت داشتن. البته من سالها قبل قصد مهاجرت داشتم، فقط به خاطر اینکه مشکلات مالی داشتم نتونستم. بعد میخواستم برای دکترا پیشلی شرکت کنم که دیگه منصرف شدن که الان زبانم رو بخونم و دیگه واقعا قصد این دارم که مهاجرت کنم. ولی خب این آقایی که باش آشنا شدم یه رشته فنی بودن و میخواستم مهاجرت کنم برن استرالیا، یعنی دیگه برای ویزاشون اقدام کرده بودن. ما 3-4 بار همدیگه رو دیدیم، خیلی پسر معقولی به نظرم میرسید. بعد ولی ایشون یه بار طلاق گرفته بودن، تقریبا 2 سال پیش جدا شده بودن به طور کامل از همسرشون. ولی یه مشکلی بود که ایشون اصلا ثبات نداشتن، اصلا پیگیر نبودن. همش خوب میگفتن من دارم خیلی کارام زیاده، دارم مهاجرتم و کارای مهاجرت انجام میدم، از این وقت پروژه های زیادی دارم که مونده دارم را انجام میدم. خلاصه ما 3-4 بار هم دیگه رو دیدیم. بعد این گفت باشه من برم با هم ارتباطمون رو ادامه میدیم، آشنا میشیم، تو هم که قصد مهاجرته. ولی خب حالا ما مثلا شما رو باور نمی کنم. صبر کنید، یه مردی توی ایرانه، شما میتونید ببینیدش، تصمیم بگیرید، به هم میخورید، به درد هم میخورید. مگر کار مهاجرت ممکنه 1 سال طول بکشه، ولی آدمایی که کار مهاجرت میکنن توی 1 سال روی هم 10 ساعت کار دارن، 15 ساعت کار دارن، 168 ساعت. بله ایشون مثلا میگفتن من بعد از طلاقم خیلی به هم ریختم. خیلی خب شما با آدم به هم ریخته ندارم. عزیز من شما محروبه میخواید چه کار کنی؟ شما میخواید با شرط اینکه شما با یک کسی دوست بشید اینه که مطمئن باشید ازدواج نمی کنه تا برسید به 40 بگید خب نشد، خدا نگهدار. خیلی ساده است. من این بازی رو قصه آشنایی ازدواج میگفتن دارم بالا، ولی ثباتی من ندیدم. ولی که من پیگیر شدم گفت تو خیلی بدبینی، خیلی شکاک. خب برو ولی شما باید میرفتید دنبال کارتون. عزیز من شما باید میرفتید دنبال کارتون. برو اگر شما بدبین و شکاکید به درد کسی نمیخورید، به اون بگید عقلت حکم کنه منو بندازی کنار. من نمیدونم شما کجا میخواهید با واقعی. من بدبینی نکردم در مورد ایشون، اصلا هیچ قضاوتی نداشتم. ایشون رفتن رسیدن یه ماه اونجا تقریبا. عزیز من یه آدمی که نظرش درباره شما این است که بدبین و منفید که میگید درست نیست، به درد شما نمیخوره. چرا شما میخواید با آدم ها ثابت کنید که من بدبین نیستم؟
چه فرقی میکنه؟ چه آقای ادب دکتر، تو من از رابطه قبلیم بهشون گفتم، البته نگفتم که ایشون متعهد عجب بودن، داستان. گفتم که منم یه رابطه جدی داشتم تو سال و اینا، ولی خب طرف متوجه شدم که رابطه دیگه ای داره، تموم کردم. من فکر میکنم از اونجا ایشون فکر کردن که، گفتم حالا چجوری فهمیدی؟ گفتم تو گوشیش دیدم دیگه، مثلا پیامایی که میومد و اینا. بعد برگشت گفت که من مثلا گوشی کسی رو چک نمیکنم. گفتم منم چک نمیکردم، وقتی شک کرده بودم که میخواستم مطمئن بشم اون رابطه رو به طور کلی تموم بکنم. حالا نمیدونم، جواب پیامامو نمیدادن اصلا، حالا خیلی بس متفیز بهانه‌های شما چرا مختلف. باشه. خب شما عزیز، آدمی که در به در دنبال شماست، دنبالتون میاد، شرایطش مناسبه، همه چیز به شما میخوره، شما میرید دنبالش. ولی اگر یه فردی جوابتون نمیده، شما برای چی دنبالش راه افتادید؟ شما برز من اصلا توجه خب نمی خودشون کنید. به من پیام، آره من قسم عاشقی بسا مستقر بشم، خب تازه چه اهمیتی بزنم داره بعد. مستقر عزیزم؟ چرا عین داستان من الان درگیر کار مهاجرتم؟ من باز جمله رو تکرار میکنم، تمام کسانی که میگن من درگیر کار مهاجرتم، از 365 روز یک سال که میگن یه سال طول کشید، حتما 5 روز روی هم که 5 تا 24 ساعته که میشه 120 ساعت مشغول این کار نبوده. آقای دکتر، مشکل اینجاست که ایشون اصلا همیشه بهانه آوردن به من، یه بار گفتن آماده اصلا نیستم ترجمه بذار یه میکنم مارکت از شما. کنم ببینم اصلا خب آماده شما نیست، چرا، شما اصلا چرا این واقعیات رو نادیده میگی؟ عزیز من دارم خیلی اصلا جالبه. خوشم اومده بود، احساس خب میکردم این چه به ارتباطی چیزی داره؟ میخوام نزدیکم. ایشون بهانه بله میارن. عزیز من شما مطلقا نه واقع بینید نه عاقلید. من نمیدونم بهره هوشیتون کجاست، برای که آدم باهوش هم اینو میفهمه. یه آدمی داره بهانه میگیره، خب خداحافظ، چون خوشتون بله آمده مهم نیست. باز دوباره میخواید یه دو سالم علاف ایشون بشید؟ بله ایشون هنوز با خانم قبلش هم میگفتن دو سه بار، حالا تو واتساپ نمیدونم کجا صحبت میکنن. گفتم آقا چه روزی میذاره تو که میخواید یه رابطه جدید با من شروع کنی؟ من نمیخوام دیگه شد واقعا آسیبی ببینم. مگه تکلیفتون با خودتون مشخص نیست؟ شما طلاق گرفتید، جدا شدید، چرا باید با هم صحبت کن؟ گفت نه همینجوری یه حال احوال پرسی و اینا. منم وایس های شما رو گوش کردم، میدونم که بعد از رابطه حالا جدا شدن هم مثلا به خود بچه‌ها نباید با هم رابطه داشته باشن. من گفتم اصلا این نمیدونم، برای من قابل قبول نیست واقعا. خب اگر نیستم عزیز من، اگر یه چیز عزیز من، من رفتم میوه بخرم، یه سیب یا گلابی برداشتم گندیده است، برای من قابل قبول نیست. من باید گوش بدم به حرف صاحب مغازه که میگه نه هیچ اشکالی نداره؟ اما چشمم داره میبینه. ولی دیگه هنوز ایشون این خانم رو فالو میکنن. هی باز میگید ایشون، به شما چه مربوطه ایشون چی کار میکنه؟ خلاص آقای دکتر، من تصمیمی که الان برای زندگیم گرفتم، میخواستم در این مورد باهاتون مشورت بکنم که واقعا قصد مهاجرت دارم، چون دیگه تو اینجا احساس میکنم به اون زندگی که میخوام اصلا نمیتونم به اون طریقی که میخوام زندگی بکنم. حتی خدای نگه بعد از فوت مادرم فکر نمیکنم برادرم اجازه بدن که من برم یه شهر دیگه بتونم تنهایی زندگی بکنم. و اینکه اصلا خب ایران متاسفانه الان وضعیتش هم اصلا واقعا ثبات نداره. منم جایگاه حالا رشته شغلی اینجوری هستش که مشاورم کردم، امتیازم هم خوب هست برای مهاجرت، فقط باید نمره آیلتس داشته باشم که اونم کلاس میرم به صورت خصوصی. میخواستم ببینم به نظر شما تو این سن من میتونم مهاجرت کنم موفق باشم یا من نمیدونم مقصود شما از موفقیت چیه. شما اگر شما میفرمایید همیشه خب برای مهاجر شما باید آدم وضعیتی باشه که خب من از لحاظ ازدواج که فکر میکنم حالا اینجا واقعا دوست ندارم با کسی هم آشنا بشم، دوست دارم حالا زندگی، ولی از لحاظ کاری و شخصی طوری باشه که خودم دوست دارم زندگی بکنم. یه جایی اینجا شاید یه تغییر محیطی، یه تغییر یه جای جدید فکر میکنم برام خوب باشه. مسئله تغییر واقعا عزیز من، تغییر محیط و اینا مسئله نیست. مهم اینه که شما با توجه به نوع کارتون تو محیط های خارج از ایران، برخی از اوقات شرایط و وضعیت، اگر مشکل آنچنانی درباره زبان نداشته باشید و نوع ارتباطتون اون قطعا به مسئله فرهنگی مرتبط نباشه، زندگی خیلی ساده تر و راحت تر. بله من شرایط هم صحبت کردم، از لحاظ کاری و تحصیلی خیلی خوب هستم، میتونم ویزای کاری اقدام بکنم، فقط منتظر نمره آیلتس هم هستم که حالا کلاس ببینم که بتونم اونم تصمیمتون رو گرفتی. ببینید عزیز، شما حرفتون اینه که من اینجا کس مناسبی رو نمیبینم، خانواده من، خب برادرای من اجازه نمیدن من تنهایی برم یک شهرستان دیگری، بنابراین اینجا هم فرصتی نیست. حالا برای من یه شرایطی پیدا شده که میتونم برم خارج. خیلی خوب،
ولی شما با توجه به نگاه و نظری که تا به حال به من نشون دادید دارید درباره ازدواج، مگر اینکه یه فرد نمیدونم خوبی سر راه پیدا بشه و با شما بازی در نیاره، شما هم او رو بشناسید ازدواج کنید. در غیر این صورت نگاهتون نظرتون اصلا واقع بینانه و مسئولانه نیست. یعنی مثلا تعجب میکنم چون شما همچنان دارید نگاه مادر نادانتون رو که آمده رفته زن یک کسی شده، زن سوم کسی شده که 7 تا بچه داره، بعد خودشو 7 تا بچه آورده. من اصلا دیگه احتیاج به دلیل ندارم که من با کی طرف بودم. هیچ، کاملا یه خودخواه نادان بیماری که نفهمید چه کرده و شما متاسفانه اون باورها رو مبنای تصمیمای زندگیتون قرار دادی. شما احتیاج به یک روانشناس خانم دارید که اگر من جای شما بودم هفته 3 روز میرفتم پلوش و کوشش میکردم خودم رو درست کنم. شما هنوز افکار و عقایدی دارید که من سر هر کدامش واقعا همجوری معطل میمونم. مگر ممکنه در قرن 21 یادم تحصیلگرده یه خانمی اونم تو کار پزشکی با این واقعیت ها سرکار اینقدر دور از واقعیت باشه؟ من والا دور از واقعیت که نبودم. میان بخواهم تو نبودی؟ شما برای چی رفتی سراغ مرد زندار؟ بله متاسفم اون اشتباه کردم، ولی واقعا خب عجیبه. از آت کاری و من کاری خیلی خوب کاری موفقی هستم عزیزان. شما صبر کنید، موفقیت اولا با سلامتی نه بدون اون، ولی از اون تو ما میتونی بگه من درسمو خوندم. یه اعلان موفقیت در چی؟ 36 سالتون هنوز ازدواج نکردید، دلتون میخواد ازدواج کنید، تازه سی میخواد بهت مهاجر کنید. شما یه ذره دیر به جنبید دیگه میتونید بچه دار بشید، بعد موفقید که اصلا نمیتونید بچه دار بشید که از 100 تا زن 99 تاش میتونن. خیلی کمی هم به این جنبه ها توجه کنید. بعد هم یه دنیای رویایی خیلی، شما یه روانشناس خانم عاقل میخواید. اون چیزی که احتیاج دارید واقع بینی و مسئولیت عزیز. من گفتم 22 سال من دیگه اگه ایشون پیامم بهم دادن دیگه معلومه نباید کاری به کارش داشته باشه. آخه این همه چیزش رو حواست عزیزم. یه کسی رو باید شما پیدا کنید که مطمئن ظرف 6 ماه 9 ماه آینده میتونید ازدواج کنید، نه یه کسی که تو حواست حالا بیه تو بریم و نمیدونم بهانه میگیره و چنین و چنان من فعلا جا باید بیفتم و اینا. وقتی میگفتم بهشون بهانه میگیره خیلی بهشون برمیخورد که نه عجیبه. خب بخوره اصلا شما میکنه. چرا شما به ایشون اصلا هم چی حرف بزنید؟ عزیزم من رفتم میوه بخرم، میگم میوه گندیده. من صاحب مغازه برای چی سر میوه گندیدش بس کنم؟ میگم نه خیلی ممنونم من نمیخوام. خلاص برید دنبال کارتون. چرا میخواید توضیح بدید؟ چرا میخواید به اون آدم بگید؟ مشاوره من منظور مسیر مهاجرت هم میتونه مسیر خوبی باشه تو این سن برام. نگرانم که مثلا شاید برای چه چیزی؟ من نمیخوام دیگه این سن اشتباه باشه. عزیزم با یه خانم روانشناس کار کنید. از مهاجرت شما یه قصه دیگری داره. ببینید شما دارید برای من توصیف میکنید که آنچنان گیر و گرفتار خانواده و فامیل و شهرستانی که درش هستید هستید که اصلا امکان زندگی کردن رو به شما نمیده، بهتون حق انتخاب و آزادی رو نمیده. متاسفانه این مشکل رو من دارم به خاطر دید مادرم هست، خواهر برادرم اونو زیاد برادرم بله متاسفم، ولی خواهرام من کاری با اون ندارم. مادر شما یه زن اصلا عجیب و غریب برای خودش بوده و شما اصلا قرار نیست که کار ایشون رو تعقیب کنید، باورای ایشون رو داشته باشید. یه خانم روانشناس پیدا کنم؟ ولی خب آقای دکتر وقتی خلاف ایشون هم از میزنم با حرفاشو خیلی من اذیت میکنه. احساس میکنم یه آدم واقعا در حالی که اصلا چیز بدی نیست مثلا برم با کسی صحبت کنم آشنا بشم. اصلا دختر واقعا شلوغی هم نبودم که بگم روابط خیلی متعددی داشتم مثلا اینطور نبوده. مثلا میفهمم ولی خب متاسفانه خانوادم این واقعا مادرم مخصوصا مشکل خیلی بزرگی هستن برای من. نمیدونم دیگه الان واقعا من نمیدونم راجع به مادرتون دیگه چی میتونم بگم. من که اصلا احتیاج نیست راجع به ایشون حرفی بزنم عزیز.